<متحدث> الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله الله, الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم ای خسرو و خوبان نظری سوی گدا کن رحمی به من سوخته بی سر و پا کن درد دل درویش و تمنای نگاهی زان چشم سیه به یک غمزه دوا کن گر لاف زند ماه که ماند به جمالت بنمای رخ خویش و مه انگشت نما کن با شدگان جور و جفا تا به کی آخر آهنگ وفا ترک جفا بهر خدا کن شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع اند شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع اند ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان ان که حال شما خوب باشد لحظات شما قرین عافیت و سلامتی در خدمت شما هستم با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی عرض تسلیت دارم در ابتدای برنامه حادثه و رخداد مصیبت باری را که باعث شد یک بار دیگر دست شیطان از آستین وحابیت و تکفیری بیرون آید و جمعی از نمازگزاران را در خانه خدا در روز جمعه قریبانه به شهادت برساند و در خون خود بغلتاند. این فاجعه و حادثه را خدمت همه شیعیان خدمت همه مؤمنین در سراسر عالم آزادی خواهان و به ساحت مقدس مولا و مقتدایمان امام اصل تسلیت و تعذیت عرض میکنیم انشاءالله از خداوند متعال بخواهیم که به حق خون پاک شهیدان آرامش و امنیت در کشور مظلوم افغانستان هرچه زودتر برقرار بفرماید عزیزان بیننده همچون وعده ای که هر شنبه شب داشتیم با شما در خدمت استاد گرامی و دانشمند محترم جناب استاد مصباح هستیم و گفتگو میکنیم با ایشان در باره موضوع توسعه از منظر فقهی و حقوقی خواهش میکنم با برنامه خود همراه باشید و از طریق پل ارتباطی برنامه شماره مثبت 964 780 255 4013 مطالب خود را با ما در میان بگذارید عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد و وقت شما بخیر خیر و سلامتی خواهش میکنم تا اینکه راجع به موضوع توسعه گفتگو میکنیم با بینندگان آغاز سخن بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نسلی و نسلم على خاتم السفراء والمرسلين المرسلین و مصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین بنده به نوبه خودم خدمت شما و مجموعه عوامل و دوستان که چون این مجلس و فضا و فرصتی را فراهم می آورند برای برگزاری این گونه مباحث و جستارها و گفتگو و همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان حاضرین و غایبین عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ بهترین ها را برای همه اونها و همه شما و همچنین حقیر می طلبم و در این خزان و پاییز بهار سرشار از سرسبزی و سرشاری و شادابی و سلامتی و فعالیت را برای همگان استدعا دارم در خدمت شما هستم تشکر از اینکه قبول زحمت کردید و ما در خدمت شما هستیم و از این مباحث زیبای شما استفاده می کنیم گفتگو راجع به این مطلب بود که در تعریف توسعه فرمودید اولین شاخصه توسعه این هست که به عنوان یک حق مطرح می شود و نه تنها حق بلکه از جمله حقوق بشر هست و اما ادهی مخالف هستند با اینکه توسعه را به عنوان یک حق مطرح کنند و پرسش هایی دارند و چالش هایی در این زمینه دارند که این پرسش ها را تا اندازه بیان کردید و دوست داریم که در این برنامه هم ادامه این پرسش ها و البته اگر یک جنبندی و خلاصه ای از مباحث گذاشته باشد تا انشالله وارد بحث جدید شویم. همونطور که شما و دیگر بینندگان و شنوندگان در جریان هستند و مستحضرن ما از آغاز این سلسله مباحث و گفتگو بحث توسعه از منظر حقوقی و فقهی را انتخاب کردیم و برگزیدیم بعد از طی چندین جلسه و ارائه تعاریف و تصاویر و ضرورت این بحث گفته شد که مشکلات و پرسش ها و چالش های فراروی هر نوع مباحث جدید مطالبات و ادعاهای نوین به ویژه قهرن در فضا و در قلم رو اکادمیک چون مباحث مباحث علمی و تخصصی هست طبیعتا این پرسش ها و چالش ها در این فضا و در چنین قلم رو به وجود می آید مسئله توسعه به عنوان یک حق از این قاعده استثناء نبوده و از آغاز که به عنوان یک حق انسانی مطرح شد موضع گیری ها و پرسش ها و چالش های متعدد فراروی اون قرار گرفت چندین تا از این پرسش و چالش را در جلسات گذشته خدمت شما به بحث گرفتیم و تحلیل نمودیم و پاسخ گفتیم دو تا چالش رو من از مجموعه چالش ها و پرسش هایی که فراروی این مقوله و مبحث و مسئله رخ نمود و پدیدار شده است یک مسئله این بود که خب شما که این ادعا و مطالبه رو با عنوان یک حق مطرح میکنید یعنی حق توسعه در واقع حق توسعه اونطوری که گفتم جزء نسل سوم حقوق بشر به شمار رو میرود که به نام حقوق همبستگی نیز این نسل سوم را یاد میکنند درست این پرسش ها و این چالش ها فراروی حقوق همبستگی به طور عام و پاره از نمونه ها و مصادیق حق یا حقوق همبستگی یا حقوق نسل سوم بشر به طور خاصتر مطرح شد چون گفتیم حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر شامل حق محیط زیست سالم بود، حق ارتباطات بود، حقوق کمک های بشر دوستانه بود حق صلح بود و همچنین حق توسعه. آموزش توسعه که یکی از حقوق بسیار جدی که مخالفت های فراوان را هم در آغاز برانگیخت مسئله حق توسعه, توسعه یا حق بر توسعه است پرسش های متعدد ما مطرح کردیم از میان این دو تا پر... یعنی پرسش‌ها ها و چالش ها به نظر بنده در دو تا محور این پرسش را میشه به صورت مهم از یک منظر و متناسب با بحثی که ما در این گفتگو و این جلسه دنبال میکنیم از سوی دیگر در دو تا محور به نظر من این رو باید دنبال بکنیم یکی این بود که توسعه به عنوان حق اصلا قابل قبول نیست یک اده این پرسش ها مطرح کردن بله. و پرسش کلان دیگر این است که اگر حالا ما بپذیریم و از این مانع عبور بکنیم وانگه به عنوان حق عادی پذیرفته شد ولی حق بشر نیست یا حقوق جزء حقوق بشری و خصوصا حقوق بنیادین بشر به شمار نمی روید. که ما هنوز نسبت به این پرسش ها و چالش های دوم نرسیدیم پرسش های و چالش های اولی رو داریم مطرح میکنیم تحلیل میکنیم یکی از این پرسش ها و چالش ها این بود که در محور اول که توسعه به عنوان یک حق پذیرشش مشکله یعنی باید کسان این به عنوان یک حق مطرح میکنند و میپذیرند بایستی دلایل محکم و استواری را مطرح بکنند هرچند ما در جلسات گذشته عرض کردیم که از نظر حقوق بین المللی به حسب اسناد و مقررات بین المللی دیگه کاملا روشن و شفافه که به عنوان یک حق فراتر از اون حق بشری پذیرفته شده که بس بحثش را قبلا هم انجام دادیم در ادامه بر روانه بحث هم مطرح خواهد شد یکی از پرسش هایی که به نظر بنده مهم هست در این مسئله مسئله این است که شما اگر توسعه را به عنوان یک حق بپذیرید این با حق حاکمیت دولت ها و یا همون اقتدار ملی در تعارض است و یا حداقل اونها را محدود خواهد کرد برای اینکه خب طبیعتا این مطالبه و این ادعا و این استحقاق خواستگاهش کشورهایی بوده و جوامعی بوده که در حال توسعه بوده یا توسعه نیافته بوده طبیعتاً yes. طبیعتا کشورهای توسعه یافته این برای خودش یک چالش میدیدن چون وقتی که یک پدیده یک ادعای یک مطالبه به عنوان حق مطرح بشود طبیعتا ایجاد تعهدات و تکالیف و مسئولیت های میگردد و در صورت تخطی و نقض اونها قهرن باید یک سری زمانت های اجرایی که در برخ موارد به صورت کیفری و در برخ موارد هم به صورت مدنی و حقوقی اعمال میشه باید اینا رو بپذیریم مثلا به عنوان مثال ارز میکنم که اگر قرار بشه که کشورهای توسعه یافته برای کشورهای توسعه نیافته و فقیر کمک های مالی و کمک های بشر منظوریم تنها نیست کمک های مالی کمک های ساختاری نیروی انسان و دهها ها ای که لازم است برای توسعه یافتگی کشورهای فقیر یا کشورهایی که در حال توسعه انجام بدهن این به عنوان یک حق انجام بدهن خب باید متعهد بشه برای انجامش بله. و همچنین این مخالفت ها در فضای سیاسی این گذشته از اینکه در فضای آکادمیک مطرح شد مطرح شد مخالفت ها از منظر سیاسی هم دنبال شد و یک سری سرمایه دارها و کارتل ها طبیعتا اینه با منافع خود در تعارض می دیدن. با این حق و عنوان حق عنوان حق و حتی حق بشری مخالفت ورزیدن و نمونه بنابراین گفتن خب یکی از مشکلاتی که در اینجا وجود داره این است که این با حق موجب نقض حق حاکمیت دولت ها و یا محدودسازی اونها میشه چگونه؟ استاد یک نکته ای هم که در اینجا به نظر می رسد شاید بیانش ضروری باشد که اگر حق توسعه را برای همگان ما ثابت بدانیم حتی برای کشورهایی که پیشرفته نیستند کشورهایی که در حال توسعه هستند این لازمش این هست که تمامی فرهنگ ها تمامی سنت ها تمامی اعتقادات همه به رسمیت شناخته شود در حالی که این چنین نظری مورد توجه اون کسانی که میخواهند یک فرهنگ مثل فرهنگ آمریکایی بر جهان غالب باشد مورد توجه اونها نیست و اونها قطعا نمیخواهند که تمام فرهنگ ها، تمام سنت ها، تمام آداب و رسوم در جهان شناخته شده باشه به رسمیت شناخته شده باشه و هر کس طبق اون فرهنگ و انعنات خود عمل کند بلکه میخواهند یک فرهنگ خاص و یک نونگرش خاص بر جهان حاکم باشد و توسعه را محدود به همون مورد کردن و لذا به طور طبیعی با این مخالفت میکنند که بخوان همه کشورها را حق توسعه رو برایشان قائل باشن ببینید ده... الا اگر من منظور حضرت الی درست فهمیده باشم طبیعتا با این بیان شما مخالفم به این دلیل مخالفم که حق توسعه من در جلسات گذشته بیان کردم با عنوان یک حق جمعی در واقع حق انسانه بله. و بر حسب مدارک و اسناد بین المللی موضوع این حق صاحبان این حق انسان از همه آدمیان است، دولت است افراد است گروه و جامعه بشریه و فرقش با حقوق نسل اول و دوم در اینه پس بنابراین حقوق نسل سوم حقوق بشر یا حقوق بستگی از جمله حق توسعه اختصاص به کشورهای جهان سوم نداره کشورهای که مانده نداره تمام کشورها تمام آدمیان تمام مجموعه انسانی در هر کجا و در هر مرحله از زیست و تکاملش قرار داده قرار دارن کشورهای پیشرفته سنتی اونایی که مراحل بالاتر هم کردن همه و همه صاحبان این حق و تکلیف و تعهدی دارن این یک مسئله این لازمه پذیرش حق توسع اونا همینه یعنی کسایی که اینو به چالش کشیدن و پرسش فرارویش گذاشتن از این منظر و با این پایه وارد نشدن که ما لازمه این است که ما تنوع فرهنگی رو بپذیریم حقوق ملت ها رو نه حقوق فرهنگی به عنوان حق بشری جز یکی از نسل های حقوق بشر بود جز نسل دوم حقوق بشر است که در سطح بین المللی، در جامعه بین المللی و در نظام بین المللی پذیرفته شده. تنوع فرهنگی تکثر فرهنگی به عنوان حق بشری پذیرفته شده از لحاظ در سطح جوامع یعنی در نظام بین المللی از منظر حقوق بین الملل در نظام بین المللی از سوی اکثر کشورها خصوصا کشورهای پیشرفته به عنوان یک حق شناخته شدن این خیلی باش مخالفت نداره بله ممکن است مدل های توسعه راهبردهایی هایی که برای توسعه مطرح میشه طبیعتاً این تفاوت پیدا میکنه نسبت به فرهنگ یک جامعه ارزش های حاکم در یک کشور یا چندین کشور امکانات و منابعش موقعیت جغرافیاییش خیلی طبیعیه که مدل توسعه راهبردهای توسعه را متناسب با منابع امکانات ارزش های اخلاقی ارزش های عام فرهنگی و خاص فرهنگی خودش سنن و آداب خودش قابلیت ها و ظرفیت خودش و موقعیت جغرافیایی خودش دنبال بکنه این خیلی جای بحث فعلا نیست بحث که ما الان داریم یک مقدار فراتر از اینه به این یعنی بحث مبنایی است به این معنا که اینا وقتی من میگن به عنوان حق شناخته بشه چون در حقوق بین الملل حقوق ما ببینید حقوق بین الملل دولت محور داریم و حقوق بین الملل بشریت محور داریم در سالیان اخیر یک تحول تدریجی که در حقوق بین الملل اتفاق افتاد و حقوق بین الملل راست سمت حقوق بین الملل دولت محور به سمت حقوق بین الملل بشریت محور داره هدایت میکنه و این داره مطرح میشه گرچه از لحاظ عملی هنوز هم حقوق بین الملل دولت محور تقریبا پررنگ تره ولی به عنوان یک خواست با عنوان یک مطالبه عمومی خصوصا در میان اندیشمندان و حتی در بین بسیاری از دولت ها امروز مسئله حقوق بین الملله شریعت محور مطرح شد در حقوق بین الملل دولت محور نظام بین الملل عمدتا خواسته اراده و منافع و مسائل دولت را در مقوله صلح امنیت پیشرفت و سایر حقوق در اولویت قرار میدن و بر این مبن... با این مبنا و این دیدگاه خوب دولت را برآمده از ملت خودش و نمایندگان اونها میدانند خب این ممکنه نسبت به کشورهای مردم سالار دموکراسی دولت باستا و بازنمود و معرف همون اراده عمومی و خاص مردم باشه ولی خب ما در دنیای فعلی و در نظام بین الملل یا در جامعه بین الملل کنونی طبیعتا ما دولت هایی داریم که صحبت از خاص اراده مردم اونجا اصلا مطرح نیست نمیست. ما دولت ها و نظام های سیاسی قبیلهی داریم پادشاهی داریم خانوادگی داریم استبدادی داریم تو این دنیای فعلی بنابراین به همین جهت حقوق بین الملل در مراحل تکاملی خودش قرار داره و داره به سمت حقوق بین الملل بشریت محور مطرح میشه در حقوق بین الملل بشریت محور مثل گفتم این که میگه حق سوم داره نسل سوم بشر مدرش شده حق توسعه یک معنای فراگیری پیدا کرد در حقوق بین الملل بشریت محور زینف آن همه آدمیان ها. افراد است گروه هاست ملت هاست کشور هاست. در ترسیم سیاست گذاری تصمیم گیری، در حوزه های مختلف زیستی مثلا مقوله امنیت را لحاظ بکنید صلح را لحاظ بکنید تنها آن صلح و امنیتی که امنیت دولت را در روابط بین الملل تأمین کنه دیگه مطلوب نیست خواست مردم اراده مردم گروه ها سازمان های غیر دولتی در مقیاس‌های ملی و بین المللی اینها تاثیرگذار تأثیر گذار تعیین کننده و هم در سیاست گذاری و هم در تعیین بسیاری از مسائل وقتی شما میگید حقوق بین الملل دولت محور خب در اونجا امنیت بین المللی مطرح میشه جامعه بین المللی جامعه متشکل جامعه بین المللی در واقع جامعه بین المللی متشکل از دولت هاست در نظام بین المللی نه. امنیت بین المللی هم ناظر بر امنیت بین دولت, ها. دولت هاست وقتی شما میید حقوق بین الملل تکا تکامل پیدا میکنه و صورت تدریجی حقوق بین الملل بشریت محور شکل میگیره امنیت بین المللی به سمت امنیت ملت ها. جهانی و امنیت انسانی میره یعنی شما امروز میبینید در اصلاح مقررات بین الملل چیزی ترکنن امنیت جهانی و امنیت انسانی مطرح است. جامعه بین الملل جای خودش رو به جامعه جهانی میده. پس شما وقتی که این تحول را در حق بین الملل مشاهده میکنید صاحبان حق تأثیر و کنشگران و بازیگران در نظام بین المللی از اون حالت محدودی که اختصاص به دولت داشت بیرون میاد بین بازیگران و کنشگران و در واقع صاحبان حقوق و بسیاری از مقوله های دیگر فراتر از آن در کنار دولت ها افراد است سازمان هاست گروه هاست جوامع و ملت به با عنوان بازیگران و کنشگران اصلی تعیین کننده به همین جهت ما در حقوق بین بشریت محور امنیت جهانی داریم امنیت انسانی داریم جامعه جهانی مطرح میشه در حقوق بین دولت محور مسئله امنیت بین الملل اینو امنیت جهانی است پس طبیعی است که این دولت ها آه. و حاکمان احساس خطر کنند به خاطر نقض حاکمیت پس بنابر این وقت ما حقوق بشر این تحول رو پیدا میکنه شما از امنیت جهانی و امنیت انسانی باید صحبت بکنید از جامعه جهانی صحبت بکنید دولت تنها کنشگر و بازیگر نیست در کنار دولت ها و شاید فر بهتره از اونها چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی سایر عوامل مثل افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهای های غیر دولتی ملت ها داره به عنوان کنشگر در واقع تعیین کننده این وارد عرصه میشه خاصشان ارادهشان نادیده انگاشته نمیشه و مقوله های مثل صلح، امنیت، پیشرفت، رفاه، آسایش مربوط به همه از در اساس خاص دولت ها دیگه تعیین و ترسیم نمیشه, نمیشه. یک سوال دیگه مطرح میشه در اینجا که وقتی مهم و اساس خود مردم هستند خود ملت ها هستند و جامعه جهانی هست بالاخره این جامعه جهانی باید یک سخنگو داشته باشد یک نماینده داشته باشد چون ملت ها و افراد به طور طبیعی و خود به خود نمی توانند حق خود را بگیرند فریاد خود را به جای برسانند بالاخره باز دوباره پای نهادها پای سازمان ها پای گروه های مختلف در میاد میاد و یا حتی بگیم پای دولت ها و حاکم ها در بله. میاد میاد که اینا نمایندگی کنند از مردم و اون حقوقشان را مطالبه کنند اراده نداره بله اون چیزی که مهم است این است که دولت به عنوان یک کنشگر انحصاری دیگه تعیین کننده و ترسیم کننده نیست در کنار دولت خیلی از نهادها سازمانها مجموعه های انسانی دیگر شکل میگیره و در ترسیم نظام بین الملل در مطالبه حقوق در تعیین و ترسیم حقوق حالا بحث ما حقوقی است تعیین کننده دولت ها خود سر نمیتونه تعیین کننده باشه باید پاسخگو باشه بنابراین در صحنه به با عنوان بازیگر ملت ها مردم سازمان های غیر دولتی حالا چی در مقیاس ملی و غیر ملی وارد عرصه میشن و دولت ها ناگزیرن و اراده اونها را مطالبه بل دولت به عنوان یک نماینده ملت ناگزیر سو این فرایند وارد این فعالیت بشه و تعامل بشه پس می‌بینیم که این تغییر و تحول خیلی متناسب با مسئله چیز تحت عنوان حقوق بشر نسل سه اوم. از جمله حق توسعه که ما در جلسات گذاشته است حالا وقتی شما میگید نقص حاکمیت حاکمیت دولت های اقتدار ملی که به عنوان یک چالش و اون یک پرسش مطرح میشه گفتن چون محدود میسازه حق حاکمیت را مثلا پیشتر از کردم که اگر شما مجبور بسازید دولت را که دو درصد یا کمتر یا کنیم درصد یا سه درصد از تولید ناخالص ملی خودش را اختصاص بده برای از بین بردن فقر کشورهای دیگر به عنوان یک حق, حق. نه به عنوان یک بخشش و عطا و یا یک اقدام به عنوان از... یک تکلیف و یک قانونی که بر عهده او گذاشته می شود وقتی به عنوان یک حق مطرح بشه خب طبیعتا تعهد و تکلیف قانونی و حقوقی به وجود میاره و در صورت تخلف الزامات را شکل میدن که در چارچوب این الزامات و زمانت های اجرایی ناگزیر از دولت ها مطالبه بشن که این تعهد و تکلیف را انجام بدن بنابراین میگن خب این با حاکمیت ما در تعارض اقتدار ملی و حق حاکمیت دولت ها را در قلم رو جغرافیایی خودشان نقض میکن بنابراین چون خصوصیت و ویژگی حق توسعج به عنوان نزد بشر طوری هست که اینها از این ویژگی هراس دارن همونطوری که عرض کردم که وقتی حقوق بین الملل بشریت محور به شکل میگیره شما کنشگران و بازیگران تعیین کننده در کنار دولت هم پای دولت را مشاهده دبست. میکنید حقیقت در واقع متناسب با این تغییر ساختار و تغییر گفتیم این تحول و این تغییر تدریجی ما در آغاز راهیم منوز خیلی نهادینه نشده. نشده, ولی در آغازی. بسیار ممنون استاد چون به میان برنامه رسیدیم یک تنفس کوتاهی داشته باشید و بینندگان عزیز هم میان برنامه را ببینند با بیان این جملات که میفرمایند شهادت هنر مردان خداست و شهدا شمع محفل بشریت هستند پس این دعا را باید همیشه ورد زبان خود قرار دهیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد دوباره همه از تو میگویند و میشنوم شیرینی نام تو و شهد یاد به کام ها مینشینند دوباره ها برای نصرت تو قد علم کنند دوباره همه دیوارهای شهر چراقانی میشوند اما کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه سانیه ها باشد و یادآوریت همه دقایق را پر کند و خدمت به تو دلیل همه حرکت ها شود کاش سینه ها من صندوق صدقی شود و قلبمان سکه نظر سلامتاند کاش دردمان همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دستمان جز به دعا برای تو به آسمان نرود کاش انتظار تو زنگی باشد که از نافرمانیت بازمان دارد ای دست واماندگان ای دلگرمی بی پناهان ای معوا ای چراغ راه گمگشتگان ای زینت عرش الهی ای فخر آل تاها ای منتقم آل رسول ای نور قلب زهرای بتول و ای آخرین از آل یاسین برخیز و صفه دین را از زنگار کوتهندیشی جاهلان و نیرنگ دشمنان پاک کن و پایه ساز شده دین را استوار و پا بر یا صاحب از زمان بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان همراه که مشاهده کننده برنامه به وقت بیداری هستید برنامه که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میگردد در همین قسمت از برنامه دوست دارم که تشکر کنم از همه عزیزانی که ما را مورد لطف خود قرار میدهند و با شماره برنامه در ارتباط می شوند بیننده عزیزی از کشور عزیز ما افغانستان با شماره مثبت 93 78 4 شماره آخر 11 12 از طریق واتساپ برنامه پیام فرستادند و یک سوالی را پرسان کردند که به طور خصوصی به ایشان پاسخ داده شد و همچنین عزیز دیگری از کشور جمهوری اسلامی ایران با شماره مثبت 98 939 چهار شماره آخر 37 66 تشکر کردن از برنامه ما هم متقابلا از این بیننده محترم تشکر میکنیم و عزیز دیگری با شماره مثبت 98 933 چهار شماره آخر 41 41 برای من پیام گذاشتند که بحث را دنبال می کنند و اما جناب استاد فرمودند که بحث یک مقداری کند پیش میره و دوست داریم که زودتر مطالب مطرح بشه و به نتیجه برسیم در خدمت شما هستیم من هم از دوستانی که توجه دارن به این مباحث خیلی استقبال میکنم و امیدوارم که از این پس هم نقده های سازنده خودشان رو و پیشنهادات دارن و دیدگاه دارن در خصوص این مسئله مطرح بکنن اما راجع به این که میگن بس کن پیش میره یک مقدار توضیح بدن که منظور از کن چیه یک و دوم این که این است که ما تو فرهنگ گفتگاه های ما این عادت شده که بله. یک پرسش مطرح میشه یک سوال در ذهن ما مطرح میشه این سوال به ظاهرش یکی دو سطر بیش نیست درست ولی وقتی میخواید این بهش کافی احتمال این داره که یک کتاب در بیاد بله. این بحث بحثی که ما عنوان کردیم در آغاز به شنوندگانم و بینندگان عزیزم گفته شد که یک بحث سریالیه سلسلمنده ماهیت بحث این است که باید من و یا در این جلسه خیلی تلاش میکنیم که به صورت فشرده این بحث مطرح بشه و الا خیلی بیشتر از این زمان لازمه که این بحث به تفصیل بازگو بشه و الا به صورت مبهم باقی میمونه و اون وقت وقتی که به یک نتیجه برسیم ده ها پرسش دیگر مطرح خواهد شد که به چه دلیل بله. و دلیلش در این مب... جلسات گفته نخواهد شد این یک و از سوی دیگر هم خب در لا بلای گفتگو مجری محترم سوالات رو انجام میده خب این خیلی طبیعه ادب اقتضا میکنه که من به تناسب به پرسش های مجری هم پاسخ بگم خودش امیدشان. زمان میبره با وجود اون هم کوشش میکنیم که مبحث یک مقدار سرعت بگیره و از عزیز ما هم خواهش میکنیم که صبر و حوصله داشته باشه این بحث یک مقدار ماهیتا نیازمند به تحلیل کالبوچه کافی هست نمیشه ما نتیجه را بگیم آقا به این نتیجه رسیدیم تمام بله بنابراین تلاش میکنیم یعنی شما هم تلاش میکنید که یک تحول در ذهن و فکر و وضعیت روانی داشته باشید که صبر بیشتر پیشه بکنید عشان. و مباحث را از این به زاویه نگاه بکنید و ما هم تلاش میکنیم که اگر کندی در کار هست اون مقداری که مربوط به بنده هست این سرعت ببخشید بسیار ممنون فکر میکنم خاصیت مباحث علوم انسانی همین هست که وقتی یک موضوع مطرح می شود خود به خود موضوعات و پرسش ها و چالش های دیگری هم در کنارش مطرح می شود که صحبت کردن راجع به اونها بالاخره باعث روشنایی ذهن می شود و مطلب را از زوایای گوناگون او روشنتر و واضحتر می کند خب استاد اگر بپردازیم به موضوع که بله. این سوال و چالش رو مطرح کردید که اگر توسعه را به عنوان یک حق به طور عمومی و در سطح جامعه جهانی ما بشناسیم این باعث نقض حاکمیت دولت ها و حاکمان میگردد می و اما پاسخ این پرسش با. و چالش چی است؟ بنابراین این پرسش و این چالش مطرح شده و پرسش و چالش تقریبا قابل توجه و تعمله ببینید ما اگر بخوایم وارد تحلیل دقیق این سوال بشیم و یا این چالش را حل بکنیم باید مقوله حاکمیت را یک مقدار بهش بپردازیم اولا مسئله حاکمیت ما حاکمیت مطلق نداریم قائل به این بشیم که دولت ها در هر قد و قواره که هستن قدرت, قدرت های درجه یک دو سه هر مقداری که هستن حاکمیت مطلق به اون معنا وجود نداره ما یک سری اموری وجود داره که به طور معقول و مقبول در مقیاس بین المللی و مقیاس ملی موجب محدودیت حاکمیت های ملی میشه در سطح ملی وظیفه دولت ها و حاکمیت پاسداری از جان و عقل و مال و نفس و ارز و نسله بله. مسئله آموزش، مسئله سلامت، مسئله امرار معاش مردم و مسئله ایجاد یک زندگی آبرومندانه و انسانی و ایجاد امنیت جز حقوق مسلمه مردم و شهروندان و دولت ها معذف انیده تأمین بکنن خب خود این برای حاکمیت محدودیت ایجاد میکنه کاملا مقبوله یعنی دولت نمیتواند فراتر از این مرزها و این حقوق عمل بکن درست در سطح ملی در سطح بین المللی هم حاکمیت و یا اقتدار ملی دولت ها یک سری محدودیت های مقبول و معقولی داره یعنی بدون اون امروز امکان پذیر نیست شما زندگی بکنید به عنوان یک جامعه به عنوان یک نظام به عنوان یک دولت اون محدودیت ها چیه یکی از این محدودیت ها مسئله صلح و امنیت بین المللی جهانی و انسانیه استراب و تشویش و نگرانی هایی که در جوامع بین المللی ایجاد شده یک سری محدودیت های را برای تمامی دولت ها و کشورهایی که عضو این خانواده جهانی و بین المللی هستند ایجاد میکند مسئله حقوق بشر به عنوان حقوق پایه انسانی که تقریبا همگان اون را پذیرفتن تر تمامی سطوح همه کشورها با یک سری تحفظات یا با نقد های حدود در واقع اصل حقوق بشر جزء مجموعه از حقوقی است که ایجاد محدودیت معقول و مقبول را برای حاکمیت ملی یا اقتدار ملی دولت ها در نظام بین الملل به وجود آورده حقوق بشر بشر دوستانه هم جز این های ببینید بسیاری از دولت ها عضو یک سری کنوانسیون ها و معاهدات و پروتکل های بین المللیه بله. که این معاهدات و کنوانسیون ها رو در قوانین داخلی خودشان هم تصویب کردن و تبدیل تا به قانون داخلی هم شده, شده و همون جنبه الزام آور قوانین داخلی دارد این هم برایشان دارد منتها در مقیاس در روابط بین المللی پس نفس عضویت و پذیرش و تصویب یک سری معاهدات و کنوانسیون ها محدودیت ایجاد میکنه ازوی... خدمت شما هرشه عضویت در پاره از نهادها و سازمان ها مثلا شما عضو سازمان جهانی گاتی سازمان تجارت جهانی میشید صندوق بین المللی پول میشید بانک جهانی میشید و سایر نهادهای بین المللی وقت شما امضا بکنید تعهد بسپارید اساسنامه اونها را قوانین و ضوابطش را بپذیرید خب طبیعتا در روابط بین المللی ایجاد محدودیت محدود. این محدودیت ها مقبوله یعنی برای ادامه زندگی انسانی سالم و اینکه بتوانید از منابع و امکانات و خدمات و اموال جهانی و بین المللی بهرمند بشید و در واقع به عنوان کسانی که می توانید تولید کالا و خدمات در این فضای گسترده داشته باشید ناگذیرید این محدودیت ها را بپذیرید و این محدودیت ها محدودیت های معقول است که بازدارنده حاکمیت ملی نیست تکامل بخش و استمرار بخش حاکمیت ملی در واقع محاکمیت دولت هاست پس ما می بینیم که صلح و امنیت بین المللی حقوق بشر حقوق بشر دوستانه یعنی در واقع یک سری مجموعه یک حقوق بشر که در جریان و در حین درگیری ها و جنگ ها نقض میشه و کشورها موظفان و متعهدن و مکلفن از نظر حقوقی و قانونی که این کمک ها را به دست نیازمندان برسانن و از او حمایت بکنن و امثالین خب اینا ناگذیر میشه دولت ها بپذیرن این وقت میپذیرن نمیشه به آقا من نمیگذارم شما کمک بکنید به این معقوله ها برسید در واقع پذیرش کنوانسیون ها پروتکل ها و معاهدات بین المللی عضویت در بسیاری از سازمان ها و نهادهای کلان بین المللی در مقیاس های متفاوت خب اینا همه محدودیتی است کاملا معقول و مقبول و اینها جز مصادیق توسعه بین المللی هست حالا ببینید بله چون اگر اینا پذیرفته نشه چیزی به نام حقوق بین الملل مطرح نیست توسعه بین المللی مطرح شکل نخواهد گرفت ورود در جامعه جهانی شکل نگرفت تو به عنوان یک بازیگر یک کنشگر فعال نمیتونی حضور پیدا بکنی خیلی روشنه حالا نمیگم این نظام بین المللی بین المللی فعلا عادلانه یا خیلی اخلاقی یا حقوق نمیشه ای یک مسئله است بله هنوزم زورگویی هست استبداد هست اما نفس این نظام نظام بین المللی و زندگی در جهان به هم پیوسته کنونی این لوازم را داره پس اینا محدودیت هاست که حاکمیت های ملی رو به گونه محدود می سازه و معقول و مقبول هم هست از طرف دیگر معنای حاکمیت ملی یا حاکمیت دولت ها به معنی معاف بودن از تعهدات و تکالیف نیست چی در سطح ملی این یعنی در سطح جغرافی ملی یک کشور و یا چی در سطح بین المللی یعنی وقتی ما میگیم مسئله حاکمیت شما کدوم حاکمیت را سراغ دارید تو دنیای فعلی بگه من آقا این حاکمیت ملی من یا حاکمیت این دولت که در این جغرافیا حاکم هست معاف میسازم این کشور این حاکمیت را از تمامی تعهدات و تکالیف این به این معنا نیست حاکمیت خدمت شما به معنای معاف بودن از مقررات و قواعد بین المللی هم نیست که شما صحبت از محدودیت یا نقض حاکمیت میکنید هر حاکمیت ملی مجموعه از مقررات و قواعد بین المللی میپذیرند معاف بودن از این نیست و سوی دیگر مسئله حاکمیت به معنای اگر ما بخوایم اینطوری تعبیر بکنیم بگیم خب به, به این معنا هست یعنی میشه این معنا را پذیرفت که بگیم استقلال کاملا مطلق در تمامی عرصه ها اصلا ناشدنیه درست یعنی استقلال یا بینیازی و گسست رابطه در نظام جهانی و بین المللی به طور مطلق من دنبال اینم تو حاکمیت ملی من نقض نشه مسئله حاکمیت ملی بیم یا اقتدار دولت ها یا اصطلاح حاکمیت دولت ها به این معنا نیست دوم دولت ها در نظام بین الملل یک سری بر حسب نظام بین الملل یا حقوق بین یک سری حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بین الملل دارن اگر ما این ذهنیت را تقویت بکنیم و به دنبالش بریم که زمان حاکمیت دولت ها نقض نمیشه که تمامی دولت ها حقوق و تکالیف برابر ناشی از حقوق بین الملل داشته باشه امروز در نظام بین الملل فعلی با توجه و به تفاوت هایی که در ظرفیت ها و قابلیت های دولت ها هست حقوق و تکالیف دولت های برآمده و ناشی از حقوق بین الملل برابر نیست به چی معنا ببینید آیا امروز ما میتوانیم این را بپذیریم که یک کشور فقیر توسعه نیافته نسبت به امنیت جهانی نسبت به کمبود مواد غذایی امکانات بهداشتی سلامت محیط زیست کمک به کشورهای در حال توسعه به همان اندازه که کشورهای پیشرفته که بر 80 یا بالاتر از 80 درصد منابع ثروت و های جهان تسلط دارند در تصرف اونها هستند و 80 و بالاتر از 80 درصد اموال اقتصاد تجارت دنیا را هدایت می‌کنند حقوق و تکالیف این کشورهایی که 80 درصد یا بیشتر از اون منابع و امکانات و ها را در اختیار دارند در تصرف دارند از اون استفاده می‌کنند هدایتش می‌کنند برای کمک به نس... یک کشور آیا برابر یک کشور فقیر باید باشه؟ شون... قطعا. قطعا نه این به عدالتیه به همین چه در نظام بین المللیه ما الان از خدا میخواییم یک روز ب... برسه که تمام او... کشورها در یک صد باشه از هر جد اگر یک مشکل یک فقر دستگیری پیش بیاد تمام این ملت ها و کشورها و برابر داشته باشن در کمک رسانی ولی وضعیت فعلی نشان میده که وقتی کشورهایی که 80 درصد یا 90 درصد امکانات منابع ثروت و دارایی ها را در اختیار دارند طبیعتا تکالیف بیشتر و تعهدات بیشتر برای بهبود وضعیت کشورهای فقیر و توسعه نیافته و از بین بردن بیکاری، فقر، بیماری، جنگ و آسیب‌های طبیعی مسئولیتشان بیشتر نسبت بیشتر. به این کشور. پس اینا هم ببینید که مسئله برد. حاکمیت محدود میشه استاد یک سوالی که مطرح میشود با توجه به این که فرصت باقی مانده تا پایان برنامه پنج دقیقه بیشتر نیست که اگر بعضی از حاکمیت ها در مسیر توسعه نباشند به عنوان مثال حق توسعه اختزا این دارد که یک حکومت کاملا مردم سالار دموکراتیک مثلا بر کشوری و بر یک جامعه حکومت کند و فرمان روایی کند. اما ما می بینیم که مثلا در بعضی از کشورها حکومت های پادشاهی هست. حالا اسم اگر بعضی کشورها رو نیاریم، کشورهای پیشرفته مثلا تا کشور انگلستان رو هم یک ملکه اداره می کند. که یک نظامی هست و خیلی مربوط به قدیم و جوامع جدید بیشتر به سمت دموکراسی پیش میرند. حالا اگر یک حکومتی باشد که این توسعه را به عنوان یک حق مانع خودش ببیند برای ادامه حکومت خود قطعا با این مسئله مخالفت میکند و این به یک نحوی نقض حاکمیت برخی از حکومت ها و دولت ها خواهد شد دیگه نه این نقض حاکمیت دوست اینا که با عنوان نقض حاکمیت این نقض حاکمیت نیست <applause> مورد من به خاطر که باز شنوینده با نگه کن میشه بس این قسمت اخیرم زمان کم مانده مطرح بکنم مشکل. که از لحاظ علمی حداقل یک نوع اقناع علمی و استدلال علمی پیشین بیاد که مسئله نقض حاکمیت نخواهد اتفاق بیفته مسئله دیگر ما امروز در بحث حاکمیت کلا حاکمیت و حکومت یک دگر شدن معنا داریم یک تبدیل معنا داریم یک تحول معنایی در مسئله حاکمیت در گذشته و حتی در حقوق الملل دولت مهر معنای حاکمیت چی بود تسلط و کنترل بود میوین یک دولت حق حاکمیت داره این تسلط و کنترل بر جغرافی های زیستی خودش داره امروز معنای حاکمیت به معنای تسلط و کنترل نیست به معنای مسئولیت خدمت هست زمان میگه که ها این دولت از اقتدار برخورداره و حاکمیت ملی قویتر و فر بهتر داره و حق حاکمیتش نقض نشده که حجم مسئولیتش رو نسبت به شهروندان و افرادی که در یک جغرافیا تحت حکومت زندگی میکنه و نیز در نظام بین اندازه گیری میکنه در واقع به حسب میزان مسئولیت پذیری دولت ها مسئله حاکمیتش و احترام به حاکمیتشان شکل میگیره وقتی شما نقض حاکمیت میگید بله اگر اقدامات و سیاست های انجام بگیرد که حاکمیت به معنای مسئولیت را از بین ببره بله نقض حاکمیت اتفاق افتاده این مسئولیت که امروز گفتیم که یکی از تحولات اساسی که در مسئله حاکمیت به وجود آمد معنای حاکمیت بود حاکمیت به معنای مسئولیت است نه تسلط و کنترل ما امروز وقتی این مقوله رو مطرح میکنیم در نظام بین المللی با پنج مسئولیت مواجهیم یک مسئولیت اجتناب خصوصا در عرصه حقوق بشر و حق توسعه یعنی دولت ها همون ضرب المثل ها میگه اگر نوشم نه نی نیشم چرایی درست آقا شما یعنی بعضی از دولت ها اگر نمیتوانید حمایت بکنید تعاون و همکاری انجام بدید حداقل از اقدامات و سیاستهایی که دستیابی یک کشور به منابع و رشد و توسعه ما نمیشه اجتناب بکنید پس مسئولیت اجتناب که از لحاظ حقوقی در واقع در به گونه ترک فعله مسئولیت پیشگیری و جلوگیری بله. مسئولیت پاسخ و واکنش سریح به چی معنا این که اگر یک نقض در عرصه حقوق بشری یا نقض حق توسعه رخ بدهد باید نظام بین یا جوامع یا مراجع زی سلام واکنش سره کیفری انجام بده پاسخ کیفری براش تایید بکنه حالا نقض حقوق بشر نقض حق توسعه از کشور و ایران شده مسئولیت دیگر چیه مسئولیت بازسازی بازسازی نقض شدید و کلان حقوق بشر در بحث ما نقض حقوق حق بر توسعه ملت‌ها اگر این نظر مسئولیت... اتفاق بیفته بایستی نظام بین الملل و جامعه جهانی یک مسئولیت را تعریف کردن تحت عنوان مسئولیت بازسازی. درست معنای دیگر به مسئولیت دولت مسئولیت در نظام بین المللی به چی معناست؟ مسئولیت تعاون و کدوم ایفا بسیار ممنون استاد چون فرصت و برنامه آره. کنن ای... تمام آره. هست اگر اجازه بدید این تفاوت معنایی رو که گفتین ایجاد شده است برای حاکمیت انشاءالله در برنامه هفته آینده و شنبه شب در خدمت شما باشیم و شواند. ادامه مباحث رو ما و بینندگان پیگیری بکنیم تشکر از همه شما بینندگان عزیز که با برنامه همراه بودید در سخن زیبا امام رضا میفرماید بر شما باد به دعا کردن که دعا سلاح مؤمن و ستون دین و نور آسمان و زمین است هزار نکته نوشتیم بر صحیفه دل هنوز عشق تو عنوان سرمقاله ماست بینندگان محترم تا گفتگوی دیگر و برنامه دیگر خدایا رو نگهدارش